بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به آن سوی شب نبرد. در برنامه این هفته با استاد وحیدالله شفیع خواهیم بود، بیشتر صحبت خواهیم کرد در رابطه با مبارزینی که قرار هست در فصل دوم شب نبرد حضور داشته باشند. ارتباط اسکایپ خواهیم داشت با اروپا و با یما سعیدی صحبت خواهیم کرد و در بخش پایانی برنامه بخش آموزشی توسط استاد مهمند تقدیم شما خواهیم کرد. اما در این قسمت از شما دعوت میکنم با شش مبارزی که قرار هست در فصل دوم شب نبرد به نمایندگی از افغانستان حضور داشته باشند بیشترشون شوید. خواجه حسیب صدیقی، سن 21 سال، ولایت پروان. عبدالعزیز فاروقی، سن 23 سال، ولایت میدان وردک. زکی اسکریپر اوتلا، سن 23 سال، ولایت کابل. فرامرز محمدی، سن 23 سال، ولایت پنچه. میربابا نادری، سن 21 سال، ولایت پنچیر. عبدالمصور اوریاخیل، سن 22 سال، ولایت کابل. خب، با شش ورزشکاری که قرار هست از افغانستان در تاریخ 23 مارچ 2018 سوم حمل سال 97 در فصل دوم شب نبرد حضور داشته باشند بیشتر آشنا شدیم. استاد شفیق اینجا هستند، بیشتر صحبت خواهیم کرد در رابطه با مبارزات فصل دوم شب نبرد و به حال فعالیت هایی که سازمان SLFC داره و خواهد داشت. استاد سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین. شما را سلام احترامات تقدیم میکنم. زنده باشین. شنونده ها را سلام. شما سلامت باشید، خوش آمدید. چطور است شش ورزشکاری که قرار هست از افغانستان حضور داشته باشند در فصل دوم شب نبرد؟ الحمدلله ورزشکارای خوبی هستن، بک‌گراند ورزشی دارن و مسابقات کردن و افتخارات هم در عرصه به دست آوردن. ما امیدوار هستیم که مسابقه جالبتر و خوبتر داشته باشیم. این بار چهار جوره است و چهار فایت است که شش ورزشکار ما افغان هستن و دو ورزشکار ما ایمانای بیرونی هستن. هفته گذشته با آقای نورستانی صحبت کردیم. امان الله نورستانی گفت هنوز مشخص نشده که ورزشکارانی که قرار هست از خارج حضور داشته باشند در شب نبرد چه کسانی هستند. مشخص شد؟ بله، دو ورزشکار را که ما دعوت کردیم دعوت را پذیرفتن، انشاءالله در مسابقه شرکت میکنن. که میگه نمایشان را بگیم بله. برنامه دیگه میشه که برتون چک کنم. خب، ما چون در لیست گرفته بودم نمایشنا، ما چهار مبارزه در برنامه بعدی داریم. بله. که در این چهار مبارزه دو تایش ورزشکارهای خارجی هستند که فرحان احمد صدیقی در مقابل فرامرز در وزن 70 کیلو مسابقه میکنن و جوان دیگه که ورزشکار دیگه که میای اندرجیت ملاکر صدیقی از کجاست؟ چون یک چی باشه بطور وقتی خودشان آمدن برتون خودا معرفی خود کردن. سورپرایز است؟ خارجی هستن. بله، خارجی هستن. نامش؟ نامش فرحان احمد صدیقی است در مقابل فرامرز. از ایران است؟ خب گفتم که خودشان بهتر خود بگویم. از ایران نیست. از ایران نیستن. و مبارزه شاید هم از افغانستان باشه. نه، ولی شاید دیگه کشور پذیرفته. خب چون سوال جواب کرده میرین بهتر است همون تو بگویم که شاید باشه شاید نباشه. خب البته از خارج میان. مبارز دیگه ما اندرجیت ملاکر است در مقابل احمد زکی جان مسابقه میکنند در وزن مسابقه. این از نامش فهمیدین که از هند است. من نمیخواستم به نامش و مملکت چه نام ببرم. دیگه چه من هفته دیگه میگم از کدام انشالله خودشان هم آزار خواد بدن و خواد ببین در برنامه که انشالله واسه شرکت میکنن. چرا نمیگین استاد؟ بخاطر که یک سرپرایز باشه برای دوستا کس کجا میان. خیلی خوب، یعنی تو مبارزه ما مبارزه است که بین نمایندگان افغانستان و نمایندگان دیگر کشورها برگزار میشه. بله. بله. و اینکه هفته پیش هم سوال کردیم، من از شما می سوال میکنم به عنوان یکی از اعضای هیئت برگزار کننده مسابقات، بر چه اساسی شش مبارزی که از افغانستان حضور دارند انتخاب شدند؟ واضح است، ما در انتخاب ورزشکارا مراحل خود داریم که مبارزات آماتور خود را سپری کرده باشند و یکی دو مبارزه حرفه‌ای کرده باشند و قناعت هیئت رهبری را به دست آورده باشند که واقعا میتونن یک مبارزه خوب و دلچسب داشته باشند. به او اساس همین کاتگوری را ما مراد کرده این شش مبارزه ما انتخاب کردیم که در این دور مسابقه کنند. آیا سازمان SLFC کدام پلان برنامه داره برای برگزاری لیگ فری فایت؟ بله،
برنامه در البته یک مسئله که باید واضح شود که پیش از ما در رابطه به لیگ بزنیم ما باید در قدم اول به ولایت مختلف بریم و اونجا نخبه ها را انتخاب کنیم و همین مراحل تای مراحل کنن بعد از اون که برای مسابقات حرفه‌ای آماده میشن باز میشه که ما سیستم لیگ برگزار کنیم و از اون بهترین ها را از بهترین ها بهترین ها را انتخاب کردن یعنی جزء پلان شما هست بالکل بالکل اما در این رابطه با ولایت در تماس هم هستیم دو سه آیت از ولایت مختلف آمدن با هم ششتیم فعلا مذاکرات ما جریان داره چه زمانی عملی خواهد شد؟ خب چون ما زمینه برگزاری مسابقات اوجا مهیا شوه شرایطش مناسب باشه چون مسابقات از خود یک اصول مقرره خود داره که باید در قدم اول او را انجام بدیم بعد از او بخیر با ولایت رو میبریم و اونجا عین برنامه که در کابل گرفتیم در ولایت هم انشاءالله برگزار پس منتظر برگزاری لیگ فری فایت هستیم و حال لیگی که مطمئنن کمک خواهد کرد و گسترش و توسعه فری فایت ام ام ای در افغانستان و آیا سازمان SLFC پذیرایی خواهد کرد از ورزشکاران به نام افغانستان اگر علاقمند باشن سهم بگیرن در برگزاری مسابقات یا در اشتراک در مسابقات شب نبرد از داخل افغانستان از بیرون داخل چرا نه ما خو شما شاید صفحه SLFC را ببینیم و دیده باشین که ما اعلان میتیم که او دوستایی که میخوان در بخش مسابقات MMA شرکت کنن و سهم بگیرن آماده هستن بیان ثبت نام کنن البته مراحل طی کرده با مسابقات حالا مثلا باز محمد مبارز احمد ولی اوسک یا به عنوان برگزار کننده مسابقات یا به عنوان کسی که اشتراک کنه در مسابقات شما آیا دعوتشان کردید؟ بله در مسابقات مبارزات اول ما آقای مبارز هم بودن و آقای ولی اوتک هم بودن یعنی دعوت کردید؟ بله آمده بودن در برنامه شرکت کردن و انشاءالله چون ورزش عام است با قهرمان های ماستن انشاءالله در برنامه های آینده میشه که با هم بشینیم و ابتکار همه را یک جای کرده برنامه های خوبتر و خوبتر را به بیننده خود تقدیم کرده باشه و سوال آخرم در رابطه با کسانی هست که میدرخشن در مسابقات شب نبرد و به حال جزو ستاره های فری فایت افغانستان هستند که از طریق سازمان SLFC معرفی میشن آیا پلان برنامه هست برای اینکه بتونن در مسابقات سازمان معتبری مثل کیوان مثل UFC شرکت کنند یا مسابقاتی که در سطح منطقه برگزار بشه اساس و تهداب SLFC به بی گذاشته شده که ما نخبه ها را انتخاب کنیم و به میادین جهانی و بین‌المللی که شهرت جهانی دارن برسانیم البته اون مسابقاتی که در مسابقات در بیرون از دور از دسترس هست ولی به حال دست نیافتنی نمیتونیم بگیم که هست میتونیم برسیم حتی به UFC طبیعی است که چون او از خود یک اصول مقرره دارن که یک ورزشکار باید چقدر مبارزات داشته باشن چقدر ثبت و رجستر چیز شده باشه جرداک شده باشه بعد از اون میتونن که دو شرکت کنن و ما SLFC را به همین خاطر تهداب گذاشتیم که به همین مراحل برسیم و انشاءالله از افغانستان مبارزین را به اون میدان ها تقدیم کنیم انشاءالله روزی ده ببینیم که مبارزین افغان در مسابقات سازمان UFC شرکت کنن هرچند همین حالا هم به حال دو سه تا مبارز افغان هستن که در UFC شرکت میکنن مثل سیار بهادرزاده تشکر استاد عزیز و ارجمند اگر صحبت دیگری هست از شما هم تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین در رابطه با مسابقات که پیش رو داریم برای دوستا معلومات دادیم شما شما سلامت باشید انشالله مبارزه جذابی را ببینیم سه عمل استاد وحید الله شفیق عزیز از کارشناسان برتر هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA خوش آمدید به بخش دوم برنامه شما آن سوی شب نبرد را میبینید برنامه که از طریق طلوع و لمر تقدیم شما میشه و به معرفی استعدادهای فری فایت افغانستان و البته خبرهای داغ فری فایت جهان میپردازد در این قسمت از شما دعوت میکنیم بسته تصویری که در رابطه با یما سعیدی یکی از بوکسرهای افغانستان که مقیم جرمنی هست و به حال بنام هم هست را ببینید در ادامه با خود یما سعیدی ارتباط اسکایپ خواهیم داشت و از طریق اسکایپ با یما سعیدی که در آلمان هست صحبت خواهیم کرد در رابطه با فعالیت‌هایش در رابطه با حضورش در مسابقات بین‌المللی و اتفاقاتی که قرار هست برای این ورزشکار افغان رخ بده ببینیم نام ما یما سعیدی است من 24 سال هستم و در شهر کلن آلمان زندگی میکنم. من قهرمان بوکس هستم.
سن 8 سالگی که ورزش رزمی شروع کردیم. اینجا مسابقه در کیک بوکس دادیم. این دفعه قهرمان آلمان شدیم. کینگ اف اندر 18 چمپیون شدیم. بوندس لیگا چمپیون شدیم. در تاریخ 10 مارس 2018 مسابقه قهرمانی اروپا را در فبند ای بی اف میتونم. خب با یما سعیدی ارتباط اسکایپ را برقرار کردیم. آقای سعیدی سلام، وقت شما بخیر. شما از شهر کلن آلمان به صورت زنده همین لحظه با برنامه آن سوی شب نبرد به ارتباط هستید. وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستای عزیز، من خوش هستم که من در این برنامه دعوت شدم و بر شما هم سلام میگم. شما سلامت باشید. یما سعیدی تاریخ 10 مارس مسابقه خواهد داشت در بوکس. صحبت کنید در رابطه با، قبل از اینکه در رابطه با مسابقه شما صحبت کنیم، صحبت کنید در رابطه با اینکه چی شد که مسابقات رزمی را آغاز کردید، از چند سالگی به مبارزات رزمی روی آوردید و از کدام رشته ورزشی، کدام رشته رزمی ورزشی و حال کار را شروع کردید؟ بله، ما در سن 8 سالگی کتی ورزش رزمی شروع کردیم. از اول ما کتی کیک بوکس شروع کردم. چندین سال کیک بوکس کردم. کتی 12 سالگی مسابقه اول خود را دادم. کتی 14 سالگی ما دفعه اول قهرمان آلمان شدیم. باز دمی چندین سال تا 17 سالگی ما 5 مسابقه در کیک بوکس دادیم. 3 دفعه قهرمان آلمان شدیم. کینگ اف اندر 18 چمپیون شدیم. بوندس لیگا چمپیون شدیم. باز در سال 2011 کتی 17 سالگی ما چینج کردم از کیک بوکس در پروفی بوکس. استایل نبرد شما چگونه هست آقای سعیدی عزیز؟ استایل من بوکس هست. با ما دمی سال 2011 ما استایل خود از کیک بوکس و کی وان که کتی بوکس و لغت است تغییر دادیم که حالا تنها بوکس میکنم. من یک سوال فراموش کردم در ابتدا بپرسم از خودت، کجا به دنیا آمده یما سعیدی؟ من در آلمان در شهر دیور نزدیکای کلن تولد شدم. 24 سال هستم. در اینجا درس خواندم و مکتب رفتم و آسبلدونگ دو دانه خواندم، یک دفعه مساژ و یک دفعه فیزیوتراپی. بسیار خوب. و اینکه دیروز یک مصاحبه مطبوعاتی داشتید، مصاحبه چی بود؟ چی گفتید؟ بله، دیروز مسابقه از خاطر عریفم بودک، عریفم ارمن تروسیان. دیروز شناختمش دفعه اول، پشو یکی دیگه استاد شدیم و زیاد تلویزیون ها و اخبار ها آلمان آمده بودن پسان کردن که آمادگی بر مسابقه چطور است، که تکتیک ما چی است و ما چه قسمی در مسابقه پیش میرم. بسیار خوب. و افغانستان آمدی؟ تا بال نامدیم، مگم میخوایم، بسیار زیاد علاقه دارم که افغانستان انشالله بیایم. کوشش میکنم شاید این سال، اگر نشد دیگر سال، که انشالله بیایم. از خاطر من خودم یک پروژکت دارم، سپورت فور افغان کیدز، که دیگر شاگردای اشتوکا جوانای بوکسرها را، دخترها و بچه ها را میخوایم کمک کنم و کمک کردیم تا بالا. و می پروژکت من میخوایم خودم در افغانستان پیش ببرم و انشالله که در این سال یا سال دیگه انشالله میایم بر افغانستان. تشکر. جدا از بحث پروژه، انشالله شما روزی در افغانستان ببینیم و انشالله هر جا که هستی بدرخشی و در میادین بین المللی افتخار آفرینی کنی برای سرزمینت افغانستان. اگر صحبت دیگری است. زنده باشین. تشکر از گفه‌های شما. تشکر شما که مرا دعوت کردید و از زحمات شما. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. یما سعیدی عزیز تاریخ 10 مارس در بوکس مقابل یک حریف از کشور ارمنستان قرار خواهد گرفت. این قسمت هم به پایان رسید. در قسمت بعدی با بخش آموزشی و استاد مومند با ما باشید و ما را همراهی کنید. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه، بخش آموزشی و استاد مهمند عزیز که اینجا با ما هستند در استودیو برنامه آن سوی شب نبرد. استاد سلام، خوش آمدید. سلام، خداوند بخشنده مهربان. بار سلام خدمت شما همکاران محترمتان. همه جور سعادتمند باشین.
به ادامه برنامه گذشته امروز خواستیم که ورزشکارای ما به باقی چیز ورزش حرکاتی که مونده ورزش را کنن من ببینیم که ورزشکارای ما حرکات چه رقم اجرا میکنن و اگر شما هم توضیح بدین در رابطه با حرکات ان شاء الله حتما بفرمایید پس خدا فرتیم این حرکت به خاطر از این است که هم بر شکم فشار بسیار حرکت مفید است و هم بر خاطر عضلات کمرشون بسیار مفید است. حرکت دست پشت گردن پار از داخل به بیرون حرکت میتی یام با می خاطر حرکت دو بغل شکم است و در پالوی ازی چون اکثرا در ورزش ام ام ای از زانو از پا گرفته میشه و اینا حرکات اختصاصی ام ام ای است اختصاصی انتخاب خود ما است ما می خوایم انتخاب کنیم چی کارهایی را باید انجام بدیم استادا فرق میکنه حرکات تمرینات چون متفاوت است برعکس ولی جزئی از حرکات آمادگی برای آمادگی به خاطر مبارزه است مسابقات ام ام ای یا فری فایت است میشینیم پیش حرکت کرنگل میرین و این حرکت کمی جزئیات هم ارائه کنید و این حرکت را که ما انتخاب کردیم این حرکت مربوط ورزش جوجوتسو میشه که را برام ترنگل میگن که بسیار موثر است اکثر ورزشکارا زیر را میتونن این حرکت را بگیرن و بر خاطر از اینکه این حرکت در حالتی که خود از یریف سر باشه و نفر ورزشکار دیگه پایان هم باشه هم در حالتی را گرفته میتونن این حرکت بسیار حرکت موثر است که دست و گردن ورزشکار را میگیره و قید میکنه و بسیار موثر تمام میشه با میاره جمع میشین خدا پول میسازن سرشانه چپ و سرشانه راست کدام نام خاص نداره این حرکات او حرکت حرکت ترنگل بوده بل. و این حرکت پول هم میگن ایده در پولونی به نام پول میگن این به خاطر تقویه گرد عضلات گردن است که بسیار مهم است چون اکثر ورزشکارای ما خصوصا در بخش ام ام ای یا بسیار از گردن باید مقاومت زیاد داشته چون اکثرا گرفته میشه هم با دست و هم با پا باید حرکات عضلات گردن از بسیار باید قوی باشه راه میرین و شما در رابطه با این که به هر حال هر کس حرکات خاص خود انجام میده برای آمادگی برای مبارزه گفتید که با صحبت کردید با توجه به اینکه رشته های تخصصی هر مبارز فرق میکنه آیا حرکات هم فرق میکنه مثلا یک نفر جوجیتسو کار است یک نفر موی تای کار است طبعا همین یکم که تمرین ها فرق میکنه همین یکم آمادگی ها خودش هم فرق میکنه و هر استاد یک استایل و یک برنامه خاص خود می داشته باشه دیگه خصوصا کسایی که در ورزش ام ام ای در مسابقات ام ام ای با مزد در مسابقات ام ام ای میخوان مسابقه کنن باید دو سه رشته حتمی کار بکنن به خاطر چون این مسابقه است و این حرکت را که شما میبینی حرکت است که اکثرا ورزشکار پایان میفته ورزشکار دیگه که میخواد سر از بیا یخونه میتونه خیز بزنه این باید خود کشیدن یاد داشته باشه چی رقم خود پوی سر بکشه تا که آماده به استارت شدن شوه میشینین دست پای جای پوی سر بره و این که است هم چون که ما از اول اون موضوع که وقتی میخواستیم برنامه را تمرینات شروع کنیم اگر موضوع ما می بود که ما در پالیوزی که میخواییم فیزیک و بعض فنون یاد بگیریم انعطاف‌پذیری ورزشکار هم باید بسیار مهم است که بدن از یک انعطاف‌پذیری خاص باشه چون اکثرا در مسابقات ورزشکارا بسیار سرش فشار می قاط میشن باید انعطاف‌پذیری وجود بدن از یک بسیار زیاد باشه این حرکت را که شما میبینید اینا میبینه که ورزشکار دو قاط میسازه عضلات تخته پشت از این با گردن از این باید بسیار حالت اسپرینگ به خود داشته باشه که گوش پاره نکنه ملاخ میزنید تا پذیری هم خیلی مهم است بسیار دستا رو باز میکنید ملاخ سرشانه میزنید سرشانه چپ پس پیش رو دمو حالا خب استاد اگر برای امروز فکر میکنم این می حرکت آخرش فعلا که امروز و این حرکت را که می‌بینی هم بسیار مفید است به خاطر که اکثرا ورزشکارای ما را وقتی که می‌گیرن باید چی رقم ملاق بزنن پشت سر و این می حرکت است که بسیار از آسیب پذیری شدیدی که بر عضلات ورزشکار میآید یعنی جلوگیری میکنه و مقاومت عضلات تخته پشت و گردن و شانه از یا را بالا میبره تشکر آموزش فنون را چه زبانی آغاز خواهید کرد یک برنامه دیگه ان شاء الله داریم و این برنامه خلاص میشه بعد از اون باز بخیر ما میایم به خاطر اینکه باید چی رقم نرمشات ام ام ای شروع کنیم باید چی رقم نرمش رو به نرمش کنیم و چی رقم باید کارهایی که مثال از استاد را کار میکنیم و به زمینی وقتی که میریم به زمین باید چی کارا رو انجام بدیم و ان شاء الله به برنامه‌های بعدی شروع میکنیم تشکر استاد مومند عزیز خب بینندگان عزیز حالا در رابطه با خبرهای مهم فری فایت افغانستان صحبت خواهیم کرد و اینکه ورزشکاران افغانستان در میدان بین المللی حضور خواهند داشت ببینیم شعیب کرار موفق به نکاوت کردن حریف هلندی خود شد مسابقه که در سویدن برگزار شد این مسابقات در سازمان IRFA برگزار شد و به حال این مبارز افغان توانست که حریف خودش را نکاوت کنه سلیمان هاشمی در تاریخ 3 مارس با آلبرت خاویر مبارزه خواهد کرد حریف سلیمان هاشمی از کشور استرالیا هست امیدوار است نتیجه بگیره مقابل حریف در تاریخ 3 مارس یما سعیدی با یما سعیدی صحبت کردیم و قسمت قبلی گفتیم در تاریخ 10 مارس مقابل حریف ارمنستانی مبارزه خواهد کرد البته این مبارزه در چارچوب مسابقات بوکس هست مبارزه
حریف 34 ساله هست و 24 مسابقه انجام داده تا به حال و باید ببینیم که یما سعیدی مقابل او چه کار خواهد کرد. و اما باز محمد مبارز که به تاریخ 23 فوریه در دبی در مسابقاتی که قرار هست برگزار شده در سازمان ACB مقابل حریفی از کشور اسکاتلند قرار میگیره. آرزوی موفقیت داریم هم برای باز محمد مبارز و هم برای احمد ولی اوتک که در این مسابقات حضور دارند. و اینم احمد ولی اوتک که با ولادیسلاو استفانوف در تاریخ 23 فوریه مبارزه خواهد کرد، مبارزه در سازمان ACB و اینکه حریف او 6 پیروزی داشته و 9 شکست. آرزوی موفقیت برای احمد ولی اوتک. رسیار بهادرزاده عزیز در تاریخ 21 آپریل 2018 سال 97 در اتلانتیک سیتی در آمریکا به مصاف لوانچیکاس از کشور برزیل خواهد رفت. خب به پایان برنامه رسیدیم. البته حق پرست هم در لندن در مارچ مبارزه خواهد داشت در مسابقات سازمان UFC. سیار بهادرزاده در مسابقات سازمان UFC حضور خواهد داشت. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. آن سوی شب نبرد را دیدید. 6 مبارز افغان معرفی شدند. 2 مبارزی که قرار هست از خارج از افغانستان در فصل دوم شب نبرد باشند معرفی شدند. در قسمت دوم برنامه با یما سعیدی صحبت کردیم، ارتباط اسکایپ داشتیم و در قسمت پایانی برنامه بخش آموزشی استاد مومند آمدند و به حال صحبت کردند و به شما آموزش دادند آمادگی هایی که قرار هست بگیرید برای فری فایت، برای MMA و برای مبارزات رزمی ترکیبی یا هنرهای رزمی ترکیبی. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، دیدار دیگر، وقت شما بخیر. خدا نگهدار.